بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان، پاکستان او ایران درې واړه هغه مثلث هیوادونه دي چې د تاریخ په اوږدو کې له یو بل سره ګډ مشترکات لري. همدې ته په پام سره پاکستان او ایران ولې له یو باثباته او پرمختللي افغانستان څخه ویره لري؟ له افغانستان سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په جوړښت کې د دوی څه زیان دی؟ سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره، د نن شپې په نن خبره کې پر همدې موضوع او یو شمېر نورو موضوعاتو به د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث ولرو. د نن شپې په نن خبره کې دوه قدرمن میلمانه، هر یو ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل، د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر، او نثار احمد شیرزی سیسشنونکی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست، وایم په خیر راسئ. شیرزی صاحب، لومړی تاسو ته راځو. په ټولیزه توګه په تیرو دوو کلونو کې څه پرمختګونه وینئ په افغانستان کې؟ بله، 20 سال گذشته از دهه گذشته که یک عالم سود برای حکومت های وطن دوستانه و دلیل و تو انتفاق جاری آمد. این پولا بنفع ملت افغانستان مصرف نشد، برای ملت سازی کار نشد، به خاطر عمران و آبادی زیربناهای افغانستان کار نشد. آن کارهایی که باید تنهایدهای افغانستان بلد بخود بکرد کار نشد. از هر یک از اونا بچه های دیپلومات پولا را دوباره غارت کردن و کمک اونمو خارجی همو پولا غارت شد دوباره. قسمت اعظمی اون پولا به کشورهای خودشان انتقال پیدا کرد و افغانستان را به مرکز توریسم و اینجا دیگه هم توریسم ترویج کردن. در کنار ترویج توریسم اینجا تعصبات قومی، اختلافات قومی، لسانی، زبانی را بین مردم افغانستان دامن زدن و افغانستان دوباره با او حالتی که از اکر 20 سال پیش به نام مبارزه با توریسم آمده بودن و افغانستان با امو حالتش رها کردن و یک سازش بسیار مطبوعانه خودشان با امو شرکایشان داشتن. دوباره مردم افغانستان با اونو مشکلات رها کردن و فرار نامردانه کردن، از افغانستان رفتن و حال هم در تلاش ازی هستن که اون فرار خود و اون شکست خود امریکایی و این جنایت خود امریکایی و ناتو یک شکل توجیه کنن و بیاندازن به گردن مردم افغانستان، به گردن سیاسیون افغانستان که یقینا سیاسیون افغانستان هم نقش داشت. اما بازی اصلی به دست استخبارات ها بود که نشد در 20 سال گذشته کار مؤثر به نفع سرزمین افغانستان. ډیر ډیر مننه کوم شیرزی صاحب. بیرته راځو تاسو ته. ډاکټر صاحب محمد زلمی افغانیار پوپل، تاسو هم شراغلاست په بازګي. په ټولیز توګه په تیرو دوو کلونو کې تاسو دغه پرمختګونه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما مهمان در مجلس جناب شیرزاد. یک سلام می خوام داشته باشم به خدمت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوش از جهان هستی که هستن. امیدوارم شما را صحتمند باشن و اعضای فامیلای محترمشون. بله، کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بشرمی است. اگر ما اوضاع وطن خود تجزیه و تحلیل بکنین، همیشه اگر خوبی ها بوده بر منفعت ملی افغانستان، ملت افغانستان خوب بودن. اگر نابرابری ها اعمال شده بر افغانستان، باز هم متاثر ما شدیم. اگر ما برگردیم قبل از 2 سال را ما تجزیه و تحلیل بکنیم، 20 سال خارجی ها در افغانستان حضور داشتن، 2.3 تریلیون دلار در افغانستان پیسه مصرف کردند. نی بحث حکومت ملت سازی شد و نی هم بحث ازی شد که ملت ما از فقر خلاص شد. با رفتن جمهوریت و آمدن امارت ما 18 میلیون فقیر داشتیم، حالا ما 28 میلیون فقیر هستیم. پس به این معنا است که هیچ کشور دنیا بدون از اینکه تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیش را بر افغانستان داشته باشه هدفش نیست. اما در 2.5 سال گذشته به اساس همو فشارهای محتمل شده سیاسی فرامنطقوی و اقتصادی، اگر امروز ما اقتصاد نیمبند دارین، او هم برمیگرده به یک مدیریت و توانمندی مردم افغانستان که بار تحمل را قبول کردن.
اگر امروز ما توانمندی اقتصادی خوب ندارین، اما شبکه های فرامنطقوی همین لحظه خود نمیتونن وزیر خود را، سفیر خود را، والی خود را در حکومتداری به ما تطبیق بکنن. بله. اگر امروز ما اقتصاد بد دارین، بی معنا نیست که دست ما پیش خارجی باز هم دراز بوده و دراز هست، بر مبنای ازی باشه که شما بر ما رهبر و رهبرزاده را بر گرده های ما شما حاکمیت بدید. بله. اگر حکومت فعلی افغانستان که مارکس اسلامی هست، بله، خواسته های کشورهای فرامنطقوی و استخباراتشون را قبول بکنه، بله، و قبول میکرد، مطمئن باشن که موضوع حقوق بشر و دموکراسی مطرح بحث نبود، از این حکومت نگفتن حکومت بهتری نیست. بله. اما یعنی تاسو هدف دارید تیر شلو کال په پرتله اوسنی حکومت کرینیست است؟ ببینید، 20 سال گذشته اگر چالش ها موجود بود، در 2 سال گذشته خیلی چالش ها موجود در افغانستان نیست. عقلش که در افغانستان 2 میدان جنگ نیست، بله، تحت 2 نام. اگر در گذشته می بود 2.5 سال قبل روزانه بیش از 1000 تا بود پشت دروازه خانه افغان مانده میشد، تحت نام از یکی در جمهوریت بود و یکی در امارات. اما قوسوس نیست. بله. اون نیست. بیرق و بیرق بازی نیست. حکومت ما، نظام ما نامش جمهوریت بود، اما ما فدرالی داشتیم. یکی به شمال میگفت ما هستیم، یکی به شرق میگفت ما هستیم، یکی به غرب میگفت ما هستیم، با ارگم خود دروازه‌اش را میکندن، میگفتن پارچه پارچه شویم، توته توته شویم، ولی اگه بانمید. بله. پشت صلح شیرخوارگان سیاسی را به دوحه روان میکردن، اما همو امروز میگفتن وطن. نمیفهمی از غیرتشان هست، از بیغیرتیشان هست که وطن اعلان کردن. حال از کشورهای منطقه و فرامنطقوی همسایه میگن ما میاییم برای شما میسازیم. بله. خب همون کسایی که 20 سال قبل 40 سال قبل در جغرافیای بنام افغانستان 10 سانتی متر زمین نداشتند، بله، امروز در اکانت نواسه‌هایشان میلیون دلار هست. از واسکت فروشی خودشان به میلیاردها افغانی رسیدند. بله. هویت افغانی را قبول نداشتن، اما معاون رئیس جمهور ما بودند. بله. امروز اوها بر ما بیرون میشینن، حزب سازی میکنن، بر ما گروپ سازی میکنن و میگه ایا نکدن. اگر همین نکد با همون کم علمی بودن خود، با همون ملا بودن خود، آمد آبهای افغانستان خود مدیریت کرد، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ایرانستان و پنجابستان خود ناآرام ساخت. امروز همون آمد به اولین دفعه از میدانهای نفتی افغانستان گاز استخراج کرد، تل استخراج کرد، زغال سنگ افغانستان را به پنجابستانی سالانه 2 میلیارد دلار به فروش خرسان، چینی را گفت بیا در افغانستان سرمایه گذاری بکن. بلد. اگر همین منوال ادامه پیدا بکنه و در پهلویش موضوعاتی که قابل بحث است و ملت افغانستان میخواه که رفع شود، موضوع ارتقای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی و موضوع حق کار و ایار رفع بسازه، حکومت داری و حکومت سازی ملت افغانستان میشه. دیر من نکم دکتر صاحب. شیرزای صاحب، تاسو داره تو ایس چی اوسنی حکومت کله پر هیواد واکمن سوی، ټول جغرافیه را دی پلاس کې، او دا هم یادونه کوي چې موږ د یو امیر تر امر لاندې ټولې چارې مخې ته وړو. څنګه ستاسو مثلا شمې سالي امنیت دی، اقتصادي برخه ده؟ ببینید، لازم نیست یقینا که با عملیات طالبان دیگر در افغانستان هیچ امنیت، اما چرا امنیت است؟ عامل بی‌امنیتی 20 سال قبل کی بود؟ خب در 20 سال قبل خود طالبان کسای فعال در قدرت هستند، انتحار انفجار ماین است کی بود و عملات بالای نظامی های افغانستان بود که روزانه بعد صدها تابوت میامد به خانواده ها تسلیم بود. حالا دیگه اینا در قدرت هستند، به نام کسی نیست جنگ کنن، قبول دارم که عالی امنیت است، باید هم امنیت باشه، و در مقابل از اینا کسی نیست که بجنگه یا اماری که اینا انجام میدادن زیر و تاله، کسی نیست که وظیفه از اینا را پیش بره، فقط یک حرکات به نام داعش یا اختلافات خودشون از سران یا گروه توریستیه که ادعا میشه یا حرکات به نام داعش نشر میشه، فقط اونمو از دیگه کسی نیست که اماری دیروز از اینا را انجام بده، بالاخره امروز امنیت هست که در میپذیر. اما در کل ببینید که افغانستان آنچنان را که آقای افغانیار یاد میکنن، علمو که میگفت تکه تکه شویم و پارچه پارچه شویم و در انتخابات ها جنجال بود، عاملی از اون بدبختی های مفتی بود. علمو امریکایی هایی که امروز هفته 40 میلیون دلار روان میکنه، در انتخابات اسم میزدن، مداخله داشتن، حق مردم را تلف کردن، اراده خود هستن تأمین کردن بالای مردم افغانستان که عامل شونت و تنش ها وجود داشت. اگر امریکایی ها چنین تنش ها نمیکرد، حق مردم را زیر پا نمیکرد و بنیاد منافع خود عمل نمیکرد، مورای خاص خود را به قدرت و برای ریاست جمهوری نمیرسان، حق همیمون که مردم افغانستان آنچه که اراده دارند تعیین کنند، چنین کشمکشان نمیبود. دیر و زم خیانت بود و کسایی که امروز در قدرت هستند اینا هم در خیانت های دیر و سعیم هستند. نمیشه که در افغانستان کس را برات بکنیم، تمام سیاسیون در دیر و اگر در قدرت نبودن یا امروز اگر در قدرت نیستند، در مسئله افغانستان همه دخیل هستند. نمیشه کسی را برات بکنیم و از کسی دفاعی ناحق صورت بگیره
بالاخره رای حل همی است یا عامل همه بدبختی این بوده که در اینجا مداخله استخبارات بوده، دست استخبارات های بزرگ اینجا دخیل بوده، استخبارات ها مورای خوده و هر شکلی که خاص استفاده کرد و بدبختانه در این بازی های استخباراتی تعصبات قومی، لسانی و سمتی دامن زدن. امو که می گفتن آب خط و مایی بگی، آب خط کردن مایی گرفتن. نقش مردم افغانستان، همه ملامت مردم افغانستان هستن. هیچ کس نمیتونه خدا برات بشه، نه که ما این رو نه که ما این رو، هیچ کس نمیتونه خدا برات بشه، نه از این مردم از این سرزمین ملامت هستن. گفتن این روز هم کاری آنچنانی نمیشه، این روز هم اکه مردم طرف هستنی که در خود سیاسی همه سرگی نیستن، این روز هم چنان این روز هم حق برگزار نمیرسه کسایی که واقعا مستحق بود در قدرت باشن نبودن، اونم سفارت ها هر کسی که تعیین میکردن اونم اختیار داشتن، وکیل ها طرف سفارت ها انتخاب میشد. حالا هم اگر شما بگید بازی دست شهروندان افغانستان است، حالا هم بازی دست شهروندان افغانستان است، من یقین دارم در موضوعی صرف موضوع باشدن مکاتب و دانشگاه، اگر موضوع شهروندان افغانستان باشه همین به دست خود طالبان باشه، شما میبینید که بهترین بزرگای طالبان هم انتخاب میکنن، تمام طالبان هم انتخاب داره، همین تقاضا دارن که باید از مکاتب دانشگاه باشه. اما چون بازی دست استخبارات است، آیا اینا هم چیزی نمیتونن؟ هیروز اونا هم چیزی نمیتونن؟ و در کل وقتی که اینا هم مدیریت خود هیروز امروز نداشتن نزد مردم افغانستان، اینا همه ملامت هستن. نمیتونیم از کسی دفاع کنیم و از کسی توصیف تعریف کنیم و یک تعداد دیگر باز برابر اینها ها باز ملامت حساب کنیم. بالاخره از دویشان ملامت هستن، بازی دست استخبارات هست، اینا هم نتونستن مدیریت خوب کنن و امروز هم چون این یک وضعیت حاکم هست باید هست با شمال باز قضاوت. بله دیر مننه کوم دکتر صاحب تاسو سوایسته په داسې حال کې چې اوسنۍ حکومت وای تیر شال کله افغانستان اشغال او معلومه خبره ده چې اشغال پر خلکو د بمونو مور استفاده است. در گذشته هم میگفتم، حال هم میگم، ما میگیم قطره قطره خونیم فدای وطنیم هم وطنیم. دیروز هم بر طالب انتقاد میکنیم، برش میگفتیم دوحه دور است، بیا و افغانستان ما شما با افغانستان صحبت بکنیم. بله. و امروز با افتخار و با کمال همت و غرور با وصف تمام موضوعات به وطنیم هستم، بر طالب راهکار هم میدم و انتقاد هم برش میکنم. ای کاش که سیاسیون افغانستان هم که مادر میگفتن، مادر وطن افغانستان میگفتن، حب الوطن من الایمان هست. وقتی کسی که مادر خود تنها میمانه و میره و باز میگه من میایم و مادر مریض را همسایه تداوی بکنه. برنامه و پالیسی پنجابستانی و ایرانستانی و تاجیکستانی و هندوستانی کلی که مشخص است که چی هست. اما ما به عنوان افغان کی هستیم و چی میخواییم بکنیم؟ در طول 20 سال گفته شده بود که طالب که پنجابی میایه، یک پنجابی پیشرویش هست که پشترش هست که دست شاه راستی که دست چپش هست. در دو نیم سال که طالب آمده، ما دو روز را آرام ششم بعد دو روز پس مطبوعات برام بودیم و در صدها برنامه برشان راهکار دادیم و برشان گفتین و دیدیم که نه، اگر ولی هست، اگر ولسوال هست، اگر وزیر هست، بچه یک کسی هست از فلان ولسوالی و فلان قریه و فلان ولایت و متعلق به افغانستان هست، چاکن همیشه در چاه هست. کشورهای منافق صفت همسایه ما و شما آمدن بر ما این موضوعات را دامن زدن و امروز رهبر و رهبرزاده هایی که در کشورهای فرامنطقه ششته هست و او کشورها جمعیتش به اندازه کابل نمیشه، برای ما شرم از کجا ششته باشیم و از اوج باز ما جنگ فیسبوکی رو مدیریت بکنین. ما میایین، اگر شما غیرت داشتین، همت داشتین، توپ بود، تانک بود، نیروهای زمینی بود، هوایی بود، 350,000 نیروی دفاعی بود، شما کجا رفتین؟ با افتخار اگر ما دکتر طب هستیم، پلیس مسلکی خواندیم، امروز اگر قلم به دست ما هست و فنگ را استفاده کردیم، داخل معلومه خبر داشت. در وطن، وطن برای ما مهم هست. ما با فرانسوی شیشتیم، با انگلیسی شیشتیم، با آمریکایی شیشتیم. حتی در گذشته ها گفتن اگر لباس یک مسلمان به لباس کفار بخوره او را قطع کنیم ببرین که او حرام شده. اما با همو شیشتیم، چرا همی افغان ها با هم نمیشینن؟ امو مرزهای که شما گریختین رفتین، موترای زره خود و جماندین و به هر عسکر کشورهای همسایه صدها هزار دلار دادین که شما را اجازه بده برین. خب بیاین به افغانستان، بیاین خون شما ولا اگر خون ما سرخ‌تر باشه. چالش را ما قبول میکنیم، تهدید را ما قبول میکنیم، در این وطن هستین، خوب را برشان خوب میگیم و بد را برشان بد میگین. بله. از راه دور خود نمیشه اصلاحات وجود آورد، میشه؟ بله آمریکایی برنامه خود داره. به سر میل هاموی آمریکایی کی به افغانستان آمد حکومت کرد؟ بله. کی در انتخابات افغانستان شامل شد؟ افغانستان در... در... کی؟ رهبر و رهبرزاده ها و وطن فروش ها نمونه خستله ایسی افغان؟ بله چرا نی؟ مثلا سوک همون کسایی که امروز موتر زره دارن دیروز هم موتر زره داشتن، همون کسایی که دیروز هم پشت دروازه های زره بودن امروز هم زره هستن، همون کسایی که امروز حزب سازی بیرون افغانستان که داخل که به هر داخل افغانستان مانده، به داخل افغانستان مانده؟
بله. روزی که گریختن حتی هم امو کرتی خود نبرده بودن. بله. و طول 20 سال قصرها ساختن، قصرهای خودم رها کردن. رفتن، حالا میگه شما باشین ما میایین. ملت افغانستان هم خادم خود را شناخته، هم خائن خود را شناخته. دیگه این ملت تحمل دو میدان جنگ را نداره تحت هر نام. و طالب هم که امروز میگه ما حاکمیت کردین، همین ملت 20 سال نان خوردن خود را با شما تقسیم کرد. همین ملت در قریه و قصبات شما را حمایت کرد. همین ملت میگه که مشکلات رفع بساز. همین ملت میگه اجازه تحصیل بده. اگر ما عرف و انات کلتور خود مطرح بحث دارین، موضوعات دوام قدرت خود را هم باید بعد نظر داشته باشین. اگر ملت با حاکمیت ها بود، حاکمیت ها مستدام هست. اگر ملت فاصله پیدا کرد، نابرابری ها دامن زده میشه. در دو نیم سال گذشته کشورهای همسایه و فرامنطقوی به شمول چند کشور همسایه که شما نام گرفتین، همین لحظه کم ندارن، در گذشته کم نداشتن. امروز میای که رئیس الوزرا میشینه دست میده جناب قومی صاحب، نماینده خامنه ای صاحب از ایرانستان، بله، که شما مبارزه با تروریسم بکنین، شما مبارزه با قاچاقبر بکنین، شما مرزهای خود محکم بکنین، اما بلد. در فریمان و سرخس و تربت جام و تربت حیدریه و خاف و جایی که انفجار شد روز خودشان کمپ دارن. همو قماندانای افغانستان، همو رهبرای افغانستان حالا وجود در کمپ ها شیشته است. تاجیکستان 30 سال میشه که یک نفر اونجا حکومت میکنه، اگر نامش هم بد بگیری بندی میشی. او با ما کمپ جور کرده بود که شما بیان مهاجر شوین و یک پیام خون داده بود که کمپای ما ببخشین، کمپای ما تشنام هم داره، شما میتونن حمام بکنین. همون کمپایش حالا خالی مانده، به همون کمپا ما را مدیریت نمیکنن، به همون کمپا علیه منافع ما نیست. پنجابستانی ها برای ما بس تروریسم مطرح بس قرار میدن. رهبر و رهبرزاده ما امروز در پنجابستان نیست، خانه خوب نداره، حمایت نمیشه. اگر بر ما حکومت خوب را میخواین، بر از او بگو افغانستان خانه تان است، برین وطنتان را شما بسازین، مشکلاتتان را خانه تان را بکنین. اما او جو را نگاه میکنه، ایج میای به طالب میشینه میگه ما با شما یکی هستیم. ایج به مو مکر و شیطنت همسایه هاست که افغانستان را خراب کرده. کوم دکتر صاحب چیزای صاحب رازو تاسو ته دی با صوبات افغانستان څخه د ایوادونو ویره په څه معنا؟ بلطفی صاحب، نامی افغانستان همواره از نامی افغانستان کشورهای همسایه ما استفاده کرده. این استفاده حالی نبوده. به ارتباط حرفای افغانی هست، این همی کسایی که 20 سال در قدرت هستند، 20 سال در پاکستان بودن، یقینا کسایی که دیروز به نام جهاد بودن، در پاکستان بودن، در ایران بودن، اینا از امیال کسایی که در قدرت هستند، یک تعدادشان فامیلایشان هست، روابط دارن، 20 سال با همون اسنادای پاکستانی سفرها داشتن. این استفاده دیار کشورهای متعدده، بله. هم همسایه هم دورتر از همسایه کشورهای منطقه با ما داشتن. این بخد بله. گفتم که این شهروندان افغانستان است که ملامت هستن پیش مردم، بله. افغانستان و ارتباط حرفای افغانی ها صحیح. من موافق هستم در یک جایش ببینیم وقتی که کسایی که راستی در تاجیکستان استخبارات ها کشورهای همسایه در تلاش جستجوی از مردمان افغانستان است و مردمان افغانستان هم یک تعداد بنابر عادت هایی که دارن از دیوینه یا روابطی که داشتن تلاش میکنن اونمو حالتی که در 20 سال یا 10 سال در 10 سال پول به دست آورده باشن بازم پول به دست بیارن. یعنی این مردم افغانستان فریب میتن. ما بارها گفتیم در یک برنامه دیگه با شما گفتم همین حال اونمون کسانی که در تاجیکستان شیشته روابط پیدا کردن با امی آیستان. اگر دیروز طالبا در پاکستان بودن یک در رابطه بودن، امروز پاکستان دوباره اون موری خواهد تغییر میشه، از اونا میخواهد سرباز بگیری کنن یا اون یارای ثابت خود دوباره میخواهد که جد کنن و در کنار خود بگه و این روابطشان تأمین آمد. همین است که من میگم هیچ کس ثابت نبوده با مردم افغانستان و هیچ کس ثابت نیست. فقط هر کدام اگر ما بیاییم اینجا با دفاع و پشتیبانی کنیم، ملت افغانستان شاید مورد طرفدارشان قرار بگیریم. نباید از چشم پشت کرده یا چشم پشت کرده صحبت های کنیم. همیار هم آقای افغانی ها من میفهم که حرفایی در دل داره، یقین دارم اگر حرفایی دل خوده بگه شاید یک ساعت باد به زندان یا سر دل باشه، اما چنان نیست. بله، آزادی بیان باشه و کسی بانوار مراحت بکنن مردم افغانی. دیره مننه کم، ډیره مننه، ډیره مننه د یو بسپات افغانستان څخه د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، امریکا ویره په سمانه بښه یو وخت پیګم. بله، قطره قطره خونیم فدای وطنیم، هم وطنیم. بله. با افتخار گفتم افسر بودیم، افسر هستیم، دکتر هستیم. بله. خدمت به وطنم میکنم. از جانم خداوند شاهد است. بله. به اندازه سر سوزن نمیترسیم. بله. و همین لحظه هم که میامدم یک خواهر مرا گفت که ما فکر میکنیم تو از بیرون گپ میزنی، داخل افغانستان هستی. بله. گفتم به شما گفته بودم به وطن هستم، امروز به وطن هستم. بله.
ای کاش تمام سیاسیون افغانستان که صحبت را دارن بیاین داخل افغانستان صحبت بکنیم، امرای طالب بله. بشینیم دور یک میز بله. اگر با سیلی زدن حل نشد بله. با قلم خو حل میشه بله. اما از راه دور حل نمیشه. ور گفته این را دارم بر طالب همیشه واضح برشان گفتیم بله. حبس هم قبول دارم، بندگیری هم قبول دارم، کشتن هم قبول دارم، به قصش هم نیستیم. چرا که در مقابل قطره قطره خون شهدای مردم افغانستان ما خودم از این احساس میکنیم. حتی مو شهیدی که همین لحظه در آبهای دریاها غرق میشه بله. یا سیلی پنجابستانی و ایرانستانی و تاجیکستانی و ترک میخوره مهم. ما کی میخوایم بیدار شویم؟ بله. اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری مهمترین اصل هست. افغانستان وطن ما هست. هیچگاه ایرانستانی و پنجابستانی و تاجیکستانی و ازبکستانی و هندوستانی بر ما خوبی رو نمیخواد. افغانستان باثبات به نفع مردمی هست که از اسلام‌قلعه تا بترخم، از واخان بلخشان تا نیمروز اینجا زندگی میکنن. بله دیر. همین طالب هم میگه بیاین با شما بشینین. بالکل. خب بر ما حماقت هست که قبلش قبول نمیکنین. اگر امریکایی هم لحظه بگه ما شما رو حمایت میکنم، از مارشالت گرفته تمام عسکرت به صف استاد میشین، میگم بابا تیاره خود بندازن که افغانستان برین، پس دوباره دوزی خود شروع بکنیم. این شرق خود نمیشه. یه غیرت کنین، همت کنین، وطن میم وطن خودتان بسازین. اگر انتقاد دارین، اگر صحبت دارین، از راه دور میشه. آیا از طریق تلفن، از طریق صحبت کردن ما میتونیم حل مطلب بکنین؟ امیل احضا از برنامه برن، برنامه دیگه میرم. با این شکل هم داخل وطن خود میگردم، مردم خود میبینم. اگر ناآرامی های ذهنی را ما بر خود تلقین بکنین، خب طبعا شبکه‌های فرامنطقوی ما را میگه وطن نرین به وطنتان، کجا شما را که میرفتین از میدان هوایی که برد شما را محبس میبرن. نه برادر، هر چیز قابل تطبیق هست، قابل صحبت هست. امروز صحبت های ما و شما را میلیون ها نفر در گوشه گوشه دنیا میبینن. شب که من سر خدا میمانم، خداوند شاهد است که آرام میخوابم. چرا دست کسی بیخنم نیست؟ و به کرات گفتم هر صحبت را که میکنم عواقبش را میفهمم. ما میگم دست هواخواهای کشورهای منطقه و فرامنطقوی از کابل تمام کشور خلاص. همه چیز را قبول دارم، اما وطن خود را هیچگاه ما تنها نمیمانیم. هم وطن خود تنها نمیمانیم. در مقابل از این وطن مسئولیت دارین. مسئولیت خود را بیاین عملی ما عمل بکنیم. از طریق راه دور نمیش. شیرده سای پلرن بکی لهم دی واباد افغانستان لپاره سه دول کار بایدو. میرون اتیزی شرفت یا تیگر هم دیگر فضیل نکیم. بله. مادر مامانیم در این دست ما عیس کار کردیم تا کامل این دومدیم بله. سرانی جمعی اتیزم. اما این یک هست بسیار مهمه. اما میگه زبان زاغ از زاغ نیست. بله. اصلا که دین و در اسیار استرمارات و حال در آسانیت هستن، اینا زمان های یکی دیگه خدا میتونن. اینا بالا یکی دیگه اعتماد ندارن. بله آخره باید اگه اعتماد وقتی ایجاد شود، باید هر دو طرف آرده بر در مجموع باید ملت افغانستان یک اعتماد وقتی ایجاد شود. بله. همه اگر هر خلال اکنیمی سیاسی درگیری باشه، زمینه دوستگیری برای بیدنیا و برای دیر منانه. دیر من نکوم. دیر من نکوم ستاسو دوارو کدر من میل منو هر یو دکتر محمد ظلمی افغانیار پوپل دا افغانستان دا واحد ملت دیوالی بهیر مشر او نستر احمد شیرزی سیاسی شنرکی ستاسو لیدون کسخم نری من نکوم دا ودننش بی درن خبر.